درود و صد درود و بر اون خدای رنگین کمان. امیدوارم هر جای که هستید شاد باشید و پیروز و آماده باشید که یک هفته دیگر رو هم همراه هم در بازارهای مالی شروع کنیم. با یک چشمانداز هفته پیش رو، هفته که در پیش داریم، در خدمتتون خواهیم بود. ابتدا یه نگاهی داشته باشیم به اتفاقات هفته گذشته، بررسی کنیم بازار رو در هفته گذشته و بعد ببینیم که در هفته پیش رو چه انتظارات ما میتونیم از بازارهای مالی داشته باشیم. هفته گذشته همطور که میدونید هفته بانک‌های مرکزی بود. بانک‌های مرکزی جلسات مهمی رو داشتن و در کل یه سری سورپرایز هایی داشتیم، یه سری عدم سورپرایز ها داشتیم. بانک مرکزی در ایالات متحده نرخ بهره ثابت نگه داشت، در استرالیا نرخ بهره ثابت موند، در برزیل نیم واحد 50 واحد پایه یا 0.5% کاهش پیدا کرد و در سوئیس که سورپرایز اصلی بازارها بود 25% نرخ بهره کاهش پیدا کرد. این سورپرایز های هفته قبل بود. به صورت کلی با کاهش نرخ بهره و چشماندازهای افزایش مثلا در بانک مرکزی و ایالات متحده، ما این چشمانداز داشتیم نسبت به اینکه نگاههایی داشتیم که در واقع اون از اون داد پلات ها میتونستیم حس کنیم که بانک مرکزی در سال پیش رو 3 تا کاهش نرخ بهره خواهد داشت. اینا باعث شد که بازارهای در هفته گذشته به صورت کلی خوب باشن. هفته گذشته از نگاه هفتگی اگه بخوایم حساب کنیم، هم داو جونز هم اس ام پی 500 هم نزدک بهترین هفته خودشون رو از ماه دسامبر و ژانویه سال گذشته، در واقع دسامبر سال گذشته و ژانویه امسال داشتن. بهترین هفته از نظر رشد هفتگی، بهترین هفته خودشون رو ثبت کردن. اما در آخر هفته با توجه به داده‌های بازار کار و اینکه میزان درخواست‌های اولی برای دریافت بیمه بیکاری دوباره کاهش پیدا کرد و یا حتی ارزش دلار افزایش پیدا کرد و اینا دوباره باعث شد که نرخ در واقع در روز آخر سال، در روز آخر هفته دوباره در اون یکی دو روز گذشته، به روز پنجشنبه و جمعه، بازارها یه مقدار ضعفی رو داشته باشن بعد از رشدی که روز چهارشنبه داشتن. اما در بازار اوراق قرضه اگر ما بخوایم نگاه کنیم، همین چشماندازها برای کاهش نرخ بهره که دوباره کاهش پیدا کرد و بعد دوباره یه کوچولو افزایش پیدا کرد با توجه به دادهای بازار کار، اینها باعث شد که دلار تقویت بشه و سود اوراق قرضه هم این مقدار افزایش پیدا بکنه. اما در هفته پیش رو، هفته پیش رو ما اول هفته که تقریبا نیمه متوسط شلوغ داریم در ایالات متحده، ما امروز دادهای بازار مسکن رو داریم، فروش خونهای نوساز رو داریم که قرار منتشر بشه. بازار مسکن به صورت کلی خوب بوده، به خصوص بازار خونهای نوساز به صورت عموم خوب بوده در طول سال گذشته و اوایل سال، از ابتدای سال هم همین صورت پیش بینی میشه که رشد نرمی رو در ماه فوریه هم داشته باشیم. اما فردا روز سه‌شنبه درخواست چیز داریم، سفارشات کالاهای با دوام داریم که بسیار 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 شاخص مهمی و نشون خواهد داد که میزان سفارش ها به چه صورت بعد از ضعفی رو که ما در ژانویه و فوریه داشتیم پیش بینی میشه که در ماه در ژانویه داشتیم، پیش بینی میشه که در ماه فوریه یک رشد نسبی رو داشته باشیم، به خصوص در واقع با بخشای بدون در حتی در میدونیم که سفارشات هواپیمایی یا حمل و نقل بوئینگ به صفر رسیده بود در ماه ژانویه. در ماه فوریه پیش بینی میشه یک رشد نسبی داشته باشه با یک رشد 14 درصدی در اون سفارش ها، باعث میشه که سفارشات عموم هم 1.2% افزایش پیدا بکنه. اما در کنار اون ما سی بی کانسومر کانفیدنس رو هم داریم که شاخص اعتماد مصرف کننده هستش که در واقع در نظرسنجی مؤسسه سی بی منتشر میشه. میدونیم که در ماه فوریه بعد از افزایش شدید در ژانویه دوباره کاهش پیدا کرد به 106، پیش بینی میشه که تو همین محدوده 106-107 باقی بمونه تا این مهدا باشه و چیز اعتماد مصرف کننده اونقدر افزایش پیدا نکنه. اما توجه ها در ایالات متحده این هفته به دادهای روز جمعه خواهد بود، جایی که ما جی دی پی رو خواهیم داشت، تولید ناخالص داخلی، پنجشنبه که جی دی پی و تولید ناخالص داخلی داریم. اما داده های روز جمعه نه، همون پنجشنبه جی دی پی رو داریم، یه داده روز چون داده مصارف شخصی رو داریم که اون روز باید قاعدتا چون روز جمعه یا روز جمعه که با اینکه داخل جمعه بس اینه که جمعه تعطیله و باید ببینم که آیا در جمعه که نه آره دیگه آخه جمعه تعطیله، ولی با وجود تعطیل رو از همون جمعه منتشر میشه داده. من فکر کنم گفتم شاید به خاطر تعطیل روز پنجشنبه منتشر بشه، یه لحظه قاطی کردم، نه رو همون جمعه. آره دادای مهم هفته روز جمعه است در ایالات متحده، جایی که میزان درآمد و مصارف شخصی قرار منتشر بشه و این درآمد و مصارف شخصی یا همون
تورم مصارف شخصی، تورم مورد نظر بانک مرکزی هستش در ایالات متحده برای تصمیم گیری با سیاست های پولی و مالی و سخنرانی آقای پاول. این داده ها داده بسیار 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 مهمی هستن که باید بهشون توجه بشه. پیش بینی میشه که میزان مصرف شخصی بعد از یک کاهش نرمی که داشتیم دوباره در ماه فوریه افزایش پیدا بکنه و تورم در همون 2.4% باقی بماند. یک رشد 4% درصدی، اگر این رشد از 3% درصد که در ماه گذشته بود که بیشتر از انتظارات بود، این ماه هم 4% درصد رشد پیدا بکنه که در واقع نشون میده دوباره ژانویه و فوریه افزایش پیدا کرد، اگر این عددها تثبیت بشود یا حتی یه ذره بالاتر از این تثبیت بشود، نشان دهنده این خواهد بود که تورم سرسخته و ما اون نگاه بانک مرکزی رو باید این نقطه بیشتر بهش توجه بکنیم. بنابراین فشار رو بازارهای سهام خواهد اومد و دلار تقویت میشه یک کوچولوی دیگه، اما اگه کمتر از این باشه برعکس اتفاق میفته و با ضعف نسبی دلار بازارهای سهام رشد پیدا میکنن که به احتمال اون سناریوی اولی اتفاق میفته. اما در خارج از ایالات متحده بخوایم اگه نگاه کنیم، اروپا رو اگر بخوایم نگاه کنیم، به غیر از سخنرانی امروزی که خانم لاگارد داره یه 2-3 ساعت دیگه سخنرانیش برگزار میشه و آیدم بگم در مورد بانک مرکزی ایالات متحده هم بگم، بعد از جلسه که خب هفته گذشته داشت و 10 روز قبل از اونم دوره سکوت بود، این هفته سخنرانی خیلی زیاد داریم، باید نسبت به این مسئله حواسمون باشه. سخنرانی هم از اروپا و هم از امریکا سخنرانی خیلی زیاد داریم. به صورت کلی اروپا این هفته داده زیادی نداره از حوزه یورو. در آلمان یه داده خرده فروشی و داده اشتغال رو داریم که روز چهارشنبه منتشر میشه، داده اشتغال و داده خرده فروشی. بعد از اون دیگه داده زیادی نداریم و در اروپا هم خیلی از کشورها به خاطر گود فرایدی یا جمعه خوب تعطیل خواهند بود. این از این. در بریتانیا هم دادهای تولید ناخالص، نه ریتیل، تولید ناخالص داخلی، آره دیگه تولید ناخالص داخلی ریتیل سیلز همشون روز پنجشنبه منتشر میشن در بریتانیا. در مورد سه‌ماهه چهارم دیگه دادهای نهایی و پیش بینیش که همون رشد 2.5% تایید بشه و کاهش 2.5% تایید بشه، به معنی اینکه اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه چهارم سال گذشته وارد رکود فنی شده بود، این مسئله پیش بینی میشه که تایید بشه و تغییری در اون ایجاد نشه. اما سرمایه گذاری های تجاری یک رشدی رو بعد از اون ضعف قبلی میتونه ادامه بدن که نشون دهنده اینه که اقتصاد بریتانیا هم داره کم کم بعد از اون فشارهایی که داشتش بهش برمیگرده و اون یه جورای تقریبا میتونه که خودش رو داره با شرایطی که در بازارها بود تطبیق میده. داده مهم دیگه از اونجا نداریم. در ژاپن هم این هفته داده، یه سری داده ها داریم، حالا کانادا رو بررسی میکنیم، در ژاپن هم یه سری داده ها داریم، ولی تغییرات ما در هفته گذشته با توجه به جلسه بانک مرکزی در هفته گذشته، داده تورمی ژاپن که این هفته داریم قرار نیستش که در بازار تغییری ایجاد بکنن. اما در کانادا این هفته داده جی دی پی رو داریم در کانادا، یا تولید ناخالص داخلی داریم که این میخواد قرار نشون بده که رشد در واقع تولید ناخالص خیلی احتمالا تایید کنه که 14% در ماه ژانویه افزایش پیدا کرد، احتمالا در ماه فوریه هم یک رشد نسبی رو ما خواهیم داشت و این به این معنی خواهد بود که بانک مرکزی در کانادا اون چشم انداز کاهش نرخ بهره در ماه جون، یعنی 2 ماه دیگه، اون کاهش نرخ بهره در شروع کاهش نرخ بهره در ماه جون احتمالا تقویت میشه و اون بازارها روی اون مسئله حساب میکنن. دیگه داده مهم دیگری در بازار من نمی بینم، چیز دیگه که باید بهش توجه بکنیم نمی بینم. تورم ژاپن هم گفتیم، کانادا هم گفتیم، یه چیز دیگه ای نیستش، یه چیز نکته دیگه ای نیستش. سوئد هم جلسه، در سوئد و آفریقای جنوبی هم جلسات تصمیم گیری بانک مرکزی رو داریم که اون تصمیم گیری نرخ بهره داریم که هر تاشون پیش بینی میشن که در همون سطحی که هستن، هم در سوئد هم در 4% در سوئد در 4% بمونه، در بانک مرکزی در آفریقای جنوبی هم 8.25% احتمالاً نرخ بهره در اونجا هم در همون سطح باقی بمونه. اینو کلیت وضعیت بازارها. حالا بازم اگه در ادامه سوالی داشتید، پرسش پاسخی داشتید، مسئله بود که می‌خواستید مطرح بشه، به من خبر بدید. دیگه همین ویدیو چه در اینستاگرام چه در یوتیوب اگر بنویسید، در اول فرصت حتما برمیگردم و به سوالاتتون جواب میدم، یا حق و تا فردا که دوباره فرصت بشه بتونیم در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون.